سلام، اگه کانال یوتیوب داشته باشید، یکی از چیزهایی که خیلی براتون مهمه اینه که افرادی که وارد کانالتون میشن بتونن ویدیوهای بیشتری از شما رو ببینن. خب این فاکتور خیلی مهمی هم برای یوتیوب هست و یوتیوب هم دوست داره افرادی که وارد هر کانال میشن بتونن ویدیوهای متعدد از اون کانال رو ببینن. ما تکنیک‌های و ابزارهای داخل خود یوتیوب داریم که اگه ازشون استفاده بکنید میتونید کاربرا رو ترغیب بکنید که ویدیوهای بیشتری از شما ببینن. اگه این اتفاق بیفته، این منجر به این میشه که واچ تایم شما بالا بره، همینطور درآمدتون هم افزایش پیدا کنه. اگر میخواهید با این ابزارها آشنا بشید که بدونید چطور میتونید با استفاده از اونها بازدیدتون رو افزایش بدید، ادامه ویدیو رو نگاه بکنید. امیرعباس هستم و این کانال اسکیل ویده. به شکل هفتگی ویدیو در مورد موضوعات مختلف منتشر میکنم. اگر تا حالا تو این کانال سابسکرایب نکردید، میتونید با زدن دکمه سابسکرایب سابسکرایب کنید و اگر دکمه زنگوله رو هم بزنید، به واسه که ویدیو جدیدی منتشر بکنم از طریق نوتیفیکیشن مطلع میشید، میتونید تشریف بیارید و ویدیو جدید من رو ببینید. خب حالا بریم سراغ بحث خودمون که چرا اهمیت داره که بتونیم افراد رو بیشتر روی کانال خودمون توی یوتیوب نگه داریم و این چه منافعی رو برای ما داره. بریم اینو با هم دیگه بررسی بکنیم. این رو باید قبول کنیم که یوتیوب یه پلتفرم پولسازی هستش برای شرکت گوگل و همونطور که گفتن سالها ده ها میلیارد دلار درآمد شرکت گوگل هست از طریق تبلیغاتی که روی ویدیوها روی یوتیوب نمایش میده، که خب معادل همین مبلغ هم به عنوان سهم تولید کننده های محتوا روی این شبکه اجتماعی هستش. در نتیجه یوتیوب دوست داره که کانال ها کارهایی انجام بدن که افراد ساعت بیشتری رو روی یک کانال صرف بکنن. مثلا اگه کسی روی کانال شما میاد به جای یه ویدیو سه تا ویدیو رو نگاه بکنه، این یه سیگنال خیلی خوب هست به یوتیوب که این کانال کانال ارزشمندیه و کارشو داره درست انجام میده. چرا؟ چون میتونه افراد رو ساعت بیشتری توی این پلتفرم نگه داره و وقتی آدما ساعت بیشتری رو صرف نگاه کردن ویدیو روی یوتیوب بکنن، این یعنی نمایش بیشتر ویدیو، نمایش بیشتر تبلیغات و درآمد بیشتر برای یوتیوب. به همین خاطر ابزارهای در اختیار شما قرار داده که اگر ازشون استفاده بکنید، میتونید شانس خودتون رو برای اینکه ویدیوهاتون بیشتر توسط بیننده‌هاتون دیده بشه بالا ببرید. اجازه بدید اینو من روی پنل خودم نشونتون بدم و بهتون بگم که الان کانال خودم در چه وضعیتی است. ببینید این پنل کانال من هست. این قسمت رو نگاه کنید. اگر بریم تو قسمت آنالیتیکس، بعد اینجا تو قسمت آدینس، اینجا یه گزینه وجود داره به اسم Average View Per Viewer که الان برای من 2.2 هست. یعنی افرادی که وارد کانال من میشن 2.2 ویدیو رو میبینن که این رقم خیلی خوبیه. این رقم قدیم 1.6 بود، کم کم افزایش پیدا کرد، افزایش پیدا کرد، رفته بالا، الان رسیده به 2.2 و من خیلی دارم سعی میکنم که این عدد افزایش بدم به 2.5 و حتی 3. یعنی کسایی که توی کانال من بیان 3 تا ویدیو از من رو ببینن. این یه سیگنال بسیار قوی به یوتیوب هستش که کانال هایی که این شرط رو دارن رنکینگ بهتری بگیرن، به خاطر همون دلیلی که بهتون توضیح دادم میتونید درآمدزا باشید برای خود یوتیوب. خب یوتیوب هم این قضیه رو دوست داره. خب حالا چه امکاناتی هست که بتونیم در موردش صحبت بکنیم؟ یکی از مهمترین امکاناتی که توی ویدیوها وجود داره استفاده از کارت هست. خیلی وقتا دیدید من در مورد این موضوعی که صحبت میکنم اشاره میکنم به بالای صفحه، حالا یا چپ یا راست یک لینکی ظاهر میشه که یه ویدیو دیگه ای از من هست که شما روش که کلیک میکنید میتونید برید یه ویدیو دیگر از من رو ببینید. خب این یه ابزار خیلی مفیده که شما بتونید ویدیوهای مرتبطتون رو هم دیگه وصل بکنید. مثلا این لینکی که الان من بالای صفحه میذارم در مورد قوانین کاپا هست که شما میتونید کلیک بکنید و ببینید قوانین کاپا رو در مورد یوتیوب بدونید. الان بهتون نشون میدم تو پنل کجا میتونید برید که این کارت رو اضافه بکنید که افراد بتونن روش کلیک کنن و ویدیو بعدی شما رو ببینن. ببینید شما موقعی که وارد پنلتون میشید و میرید تو قسمت ادیت یه ویدیو که خب بتونید تیترش رو بنویسید، دسکریپشنش رو بنویسید، سمت راستتون شما یه چیزی دارید به اسم کارتز. اگر روی این کلیک بکنید میرید تو صفحه کارتز که من الان اینجا براتون بازش کردم، وارد یه همچین صفحه ای میشید. همونطور که میبینید من تو این ویدیو 4 تا کارت قرار دادم. شما این اسلایدر رو از این پایین میگیرید، یه جایی که حالا قراره یه ویدیو دیگر رو معرفی بکنید اونجا قرارش میدید و گزینه اد کارت رو میزنید. ببینید اینجا گزینه‌های مختلفی در دسترستون است. میتونید لینک بدید به یه سایتی که اپروف شده باشه، کلت اینو موقعی که کانالتون اپروف میشه بهتون اجازه میده. اگر 1000 تا سابسکرایبر گرفته باشید بخش کامیونیتیتون فعال میشه، میتونید نظرسنجی بذارید تو تب کامیونیتیتون، اینجا بهش لینک بدید. میتونید یه کانال دیگر اینجا پروموت بکنید که خب این میتونه بحث مثلا درآمدزایی برای شما باشه، یعنی یه کانال دیگر پروموت کنید بابتش هزینه دریافت کنید، یا دوست آشنا حالا کسی رو میتونید معرفی بکنید از این طریق، یا اون چیزی که من مد نظرم هست ویدیو یا پلی لیست اینجا اضافه بکنید. من اگه گزینه کرییت رو بزنم ببینید میگه که خب یه ویدیو انتخاب کن، چند تا ویدیو رو برام آورده. اگر اون ویدیو که میخوام تو این لیست نیست میتونم لینکش رو برم بردارم از تو پنل بیام زیر بذارم، حتی میتونم متنش رو تغییر بدم، متنی که اون بالا مینویسه، یا اینکه حتی یه پلی لیست رو اینجا اضافه بکنم، بگم این پلی لیست رو اینجا اضافه بکن، کرییت کارت رو بزنم. مثل این 4 تا موردی که الان من اینجا دارم اضافه میشه و خودش اتوماتیک سیوش میکنه، اوتو سیو این قابلیت و میتونید این صفحه رو ترکش بکنید.
نتیجه این قضیه میشه همون لینکی که بالای صفحه میبینید، من موقعی صحبت کردن بهتون نشون میدم و این کمک میکنه که افراد ویدیوهای بیشتری از شما رو ببینن. اگر ویدیوتون رو بتونید یه جوری تنظیم بکنید که مثلا چند تا ویدیو تو موضوعات مختلف باشه که با هم ربط داشته باشه، با استفاده از این قابلیت شما میتونید ویدیوتون رو با هم متصل کنید. حالا بریم سراغ مورد بعدی. مورد بعدی اند اسکرین هست. خیلی وقتا شده شما میرسید به ته ویدیوی من، میبینید من دو تا ویدیو دیگر رو به شما روی صفحه پیشنهاد میدم. اینو بهتون بگم، عموم مردم قبل از اینکه به پایان ویدیو شما برسن ویدیو شما رو ترک میکنن، ولی آدمی که تا ته ویدیو شما رو نگاه کرده به موضوع شما خیلی علاقه داشته، احتمال اینکه روی ویدیوهای اند اسکرینتون کلیک بکنه خیلی زیاده. اینم برم تو پنل بهتون نشون بدم که از کجا میتونید اند اسکرین ایجاد بکنید و بهتره که تنظیماتش چجوری انجام بدیم. اینم با هم دیگه بریم ببینیم. تو همین صفحه که بودیم، همینجا این پایین زیر کارت قسمت اند اسکرین هست که اگر روی این کلیک بکنید وارد صفحه اند اسکرین میشین که من اینجا براتون گذاشتم. ببینید اینجا یه گزینه داره به اسم یوز تمپلیت که اینجا شما روی این که بزنید تمپلیت های آماده وجود داره که مثلا یه ویدیو گذاشته با لوگوی شما که طرف بتونه سابسکرایب بکنه، مدل های مختلف گذاشته. من مثلا این مدل رو جدیدن انتخاب میکنم که دو تا ویدیو بزرگ روی صفحه نمایش میده و از قصد توی پریمیر ویدیومو تار میکنم که به آخر ویدیو میرسه بتونم این دوتا رو روش قرار بدم. شما میتونید اینها رو جابجا کنید، حتی سایزش رو توی صفحه کوچیکتر یا بزرگتر بکنید، بر اساس نیاز خودتون میتونید تنظیمش بکنید. و وقتی روی هر کدوم اینا دوبار کلیک بکنید ببینید میتونید چیا رو پیشنهاد بدید. میتونید بگید جدیدترین ویدیوتون به کاربر پروموت بشه، خود سیستم یوتیوب تصمیم بگیره که اینجا چی قرار بده به کاربر پیشنهاد بده، یا اینکه خودتون انتخاب بکنید که چه ویدیویی یا چه پلیلیستی به اینجا اضافه بشه. من معمولا یه ویدیو مرتبط با اون قضیه رو میذارم، یه لینک هم میذارم به جدیدترین ویدیویی که توی کانال گذاشتم. معمولا به این شکل قرار میدم، شما هر جور که فکر میکنید براتون مناسب تره. تایم پیشفرضش هم 20 ثانیه است، خودتون میتونید کوچیک‌ترش بکنید. الان من هولش 13 14 ثانیه گذاشتم، میتونید اینا رو عقب جلو بکنید که از مثلا 14 ثانیه آخر این نمایش داده بشه. و الان من دو تا کارت دارم که آخر ویدیوم نمایش داده میشه. دکمه سیو که بزنید میتونید دو تا کارت داشته باشید که اسلامش میگن اند اسکرین و کاربرها بعد از اینکه ویدیو دیدن تموم شد میتونن اونجا کلیک بکنن و وارد یه ویدیوی دیگه بشن. مورد بعدی استفاده از پلی لیست است. پلی لیست ها خیلی خیلی تاثیر دارن. شما میتونید یه پلی لیست درست بکنید و تمام ویدیوهای مرتبط با یه موضوع خاص رو داخل اون پلی لیست قرار بدید. این یه خوبی داره. اگر لینک اون پلی لیست رو در اختیار کسی قرار بدید، وقتی اون شخص روی اون کلیک میکنه توی ساید بار تمام ویدیوهای داخل اون پلی لیست رو میتونه ببینه و شانس این که ویدیو بعدی پخش بشه خیلی زیاده، چون خیلی از آدما یه ویدیو رو پخش میکنن و رهاش میکنن و شروع میکنن تماشا کردن. اتوماتیک ویدیو اول که تمام میشه اتوماتیک میره روی ویدیو دوم که اینو الان بهتون نشون میدم که دقیقاً به چه شکل نمایش داده میشه. الان اینجا رو ببینید، من یه پلی لیست اینجا دارم به اسم آموزش یوتیوبر شدن. این لینکی که این بالا هست، شما این لینک رو در اختیار هر کسی قرار بدید، وقتی بیاد داخل این صفحه اینجا رو ببینید تو ساید بار تمامی ویدیوهایی که داخل این پلی لیست هست همه یه جا گردآوری شده، طرف میتونه اینجا ببینه. اگر تمام ویدیوهای این داخل رو کسی ببینه، که خب خیلی از من سوال میکنم من میخوام یوتیوبر شم برم از کجا اطلاعات کسب کنم، من آدرس این پلی لیست رو بهش میدم. اگر یه شخصی علاقه داشته باشه بشینه این ویدیو رو ببینه، 5 ساعت حداقل به واچ تایم من اضافه میشه، چون 17 تا ویدیو اینجا قرار گرفته و این خیلی خوبه که شما بیایید از این استفاده بکنید و پلی لیست درست بکنید. یه قابلیت دیگه ای هم تو پلی لیست وجود داره که توی رنکینگ شما تاثیر داره. یه قابلیت دیگه ای هم که پلی لیست دارن که خیلی مهمه، من الان نشونتون میدم. تو همین ستون سمت چپ اگر پلی لیست رو بزنیم که پلی لیست باز بشه، یه سری تنظیمات خاص اینجا وجود داره که خیلی میتونه کمکتون کنه. مثلا این صفحه مربوط به آموزش یوتیوبر شدن، من اینو میزنم ادیت پلی لیست که بتونم تنظیماتش رو انجام بدم. این صفحه برام باز میشه، من اینجا میزنم و میزنم پلی لیست سیتینگ و اینجا میگم گزینه ادوانس سیتینگ رو میخوام که منو منتقل کنه به یه صفحه دیگه. اینجا که قرار میگیرم من میتونم، یه گزینه اینجا وجود داره به اسم set as official series for this playlist، اگر این رو تیک بزنید یه اتفاق جالبی براتون میفته. ویدیوهای این پلیلیست، اصلا خود پلیلیست تو صفحه سرچ بالا میاد، یعنی اینکه شما به یوتیوب گفتید که تمام ویدیوهای داخل این پلیلیست یه سری هست، یه مجموعه آموزشی هست. این باعث میشه رنکینگ شما بالا بره. البته باید به این نکته دقت بکنید که ویدیوهایی که داخل این پلیلیست قرار گرفته نمیتونه داخل یه پلیلیست آفیشال دیگه هم قرار بگیره، هر ویدیو میتونه داخل یه پلیلیست آفیشال قرار بگیره. پس حتما پلیلیست داشته باشید و برای پلیلیست های مهمی که بازدید کننده براشون زیاده حتما سعی کنید این تنظیم رو انجام بدید. و کاری که من انجام میدم موقعی که میخوام پلیلیست اضافه بکنم، ببینید مثلا همین ویدیو رو من به دو تا پلیلیست اضافه کردم، خودتون از اینجا میتونید یه پلیلیست جدید بسازید.
تیترش رو انتخاب بکنید. من پیشنهادم این است که هر ویدیو رو حداقل به دو تا پلیلیست اضافه بکنید و بعداً اون لینک پلیلیست رو میتونید هزار جای دیگه استفاده بکنید و افراد میتونن ازش استفاده کنن. یکیش اینه که توی صفحه اول کانالتون اون پلیلیست رو نمایش بدید که صفحتون پرتر و قشنگتر نمایش داده بشه که بعداً در مورد اون صحبت میکنیم و من یه سری تکنیک رو اونجا بهتون یاد میدم. مورد بعدی استفاده از بخش دسکریپشن. یکی از چیزایی که بچه‌ها انجام نمیدن اینه که ویدیو آپلود میکنن و بخش دسکریپشنشون عموما خالیه. این کارو نکنید. بخش دسکریپشن خیلی خیلی مهمه. باید محتواشو حتما پر بکنید. باید متن توش بنویسید، لینک قرار بدید و این خیلی کمک میکنه برای اینکه شما رنکینگ بهتری پیدا بکنید. تگ زدن مهمه که حالا بعدا براش ویدیوی سوا ضبط میکنم که اصلا چه جوری دسکریپشن رو تگ داشته باشیم، ولی اینجا من نشونتون میدم که چه استفادهایی میتونیم از دسکریپشن داشته باشیم که الان روی خود پنل من اونو بهتون نشون میدم. ببینید اینجا این ویدیو رو من دسکریپشن براش نوشتم و لینک های مفید دیگه ای که داشته باشید و شما میتونید اینجا قرار بدید. مثلا من میتونم بگم الان لینک نصب پلاگین تو بادی رو من این زیر گذاشتم، شما میتونید روی همین کلیک کنید برید و نصبش کنید. شاید فکر کنید که کسی از این لینک ها استفاده نمیکنه، ولی کاملا اشتباه میکنید. من گذاشتم، دیدم خیلی ها روی این لینک ها کلیک میکنن. لینک شبکه های اجتماعی مو گذاشتم. حتی میتونید یه پلیلیست درست بکنید اینجا، مثلا پلیلیست مربوط به حالا آموزش یوتیوبر شدن قرار بدم، یا اگر یه مجموعه ضبط میکنید مثلا سه قسمت ویدیو داره، میتونید اون لینک اون دو قسمت دیگر هم توی دسکریپشن بذارید که شانستون برای اینکه کاربرا روش کلیک بکنن و ویدیو بعدی رو ببینن بالا ببرید. پس حتما بخش دسکریپشن داشته باشید و عباراتی که تگ زدید براش حتما توی دسکریپشنتون استفاده بکنید، که حالا این موضوع یه ویدیو دیگه است که بعداً براتون توضیح میدم. و یه کار دیگه هم اینجا میتونید انجام بدید. موقعی که دسکریپشن مینویسید سه خط اولش خیلی مهمه. اگر تو سه خط اول لینک قرار بدید، موقعی که کسی وارد اون صفحه میشه میتونه اون لینک رو قبل از باز کردن بخش توضیحات یا همون دسکریپشن ببینه. الان مثلا تو این صفحه ببینید، من تو قسمت دسکریپشن که میام ببینید سه خط شما میتونم ببینم و اینجا یه لینک گذاشتم به یه ویدیوی دیگه ای که گفتم که خب این ویدیو قدیمی بوده، الان اطلاعات کامل تر دادم و قبل از اینکه طرف دکمه شمار رو بزنه میتونه این لینک رو ببینه. پس اون سه خط اول خیلی مهمه. اگر میخواید لینکی بذارید که کاربر قبل از کلیک کردن روی شمار بتونه ببینه، حتما بذارید تو سه خط اول. البته به این قضیه هم دقت بکنید که این قسمت فقط تو دسکتاپ دیده میشه. کاربر موبایل حتما باید روی یه جایی تپ بکنن که بتونن دسکریپشن رو ببینن. یعنی توی موبایل دیگه این سه خط هم نمایش داده نمیشه تا کاربر روی قسمتی تپ بکنه بتونه بقیه‌اش رو ببینه. پس از این هم میتونید استفاده بکنید به نفع خودتون، یه جایی که یه لینک خیلی مهمه رو اونجا قرار بدید. موقعی که شما 1000 تا سابسکرایبر بگیرید، یه قابلیتی توی یوتیوب براتون آزاد میشه به اسم تب کامیونیتی. قبل از اون اسمش دیسکاشن هست که خب استفاده خیلی خاصی نداره، ولی بعد از اینکه برسید به 1000 سابسکرایبر میتونید تب کامیونیتی داشته باشید. یکی از خوبیای تب کامیونیتی اینه که اگر چیزی توش منتشر بکنید، حتی ویدیوی خود یوتیوب، این رو میبره داخل هوم پیج بقیه افراد نمایش میده، که الان من نشونتون میدم دقیقاً منظورم چیه. ببینید این صفحه اول هوم پیج یوتیوب من هست. اگر دقت بکنید اینجا نوشته latest youtube post. کسانی که پست گذاشتن تو تگ کامیونیتیشون به این شکل میاد اینجا نمایش داده میشه. پس شما میتونید از این هم استفاده بکنید که شانس دیده شدن ویدیوتون بالا بره. من همیشه این کارو انجام میدم. اگر توی کانال من رفته باشید، من یه تب کامیونیتی دارم. اونجا ویدیوهای جدیدی که میخوام منتشر بکنم و اینجا میذارم. میتونم حتی لینک ویدیوام هم اینجا بذارم. همونطور که میبینید افراد این رو میبینن چون تو هوم پیجشون نمایش داده میشه. الان همین قضیه 200 لایک داشته و 53 تا کامنت روش اومده توی 4 روزی که اینجا قرار گرفته. پس از این قابلیت هم استفاده بکنید. اگر توی کانالتون وجود داره، تب کامیونیتی کمک میکنه که افراد رو بکشید که ویدیوهای بیشتری از شما ببینن. بریم سراغ مورد آخر. مورد آخر استفاده از پین کامنت هست. شما این قابلیت هم میتونید ازش استفاده بکنید. موقعی که دارید کامنت مینویسید، میتونید یه کامنت رو پین کنید که بالای همه کامنت های دیگه نمایش داده بشه. این میتونه هم کامنت خود شما باشه، هم میتونه کامنت افراد دیگه باشه. یعنی کاربر یه کامنتی گذاشته، مثلا شما در مورد این موضوع صحبت کردید، یک کاربری اومده یه کامنت خیلی خوب گذاشته و بقیه رو هدایت کرده، یه چیزی رو براشون توضیح داده، اون کامنت رو میتونید بالای صفحه پین کنید که همه اول اون کامنت رو ببینن. ولی میتونید از همون استفاده کنید به نفع خودتون. مثلا توی یه ویدیو در مورد این موضوع صحبت کردید، حالا میخواید بگید که این ویدیو یه قسمت دیگه ای هم داره که ادامهش هست، میتونید اینو پین کنید، یعنی یه کامنت بذارید بگید که خب این قسمت اول بود، قسمت دومش اینجا ببینید. اینو پین کنید بالای کامنت ها که به محضی که افراد میرن کامنت ها رو ببینن متوجه بشن که شما یه ویدیو دیگه هم دارید، که الان من نشونتون میدم. مثلا برای یه ویدیو من این کارو کردم. به عنوان مثال اگر همین ویدیو رو نگاه کنید که در مورد کسب درآمد از یوتیوب هست، من اینجا یه کامنت گذاشتم، گفتم که اگر میخواد اطلاعات بیشتر کسب بکنید، این ویدیو یه مقدار قدیمیه، من اطلاعات بیشتر دادم در مورد این قضیه و اومدم
لینک رو اینجا قرار دادم. اینجا رو نگاه کنید، یه سه تا نقطه داره روش که بزنید یه گزینه پین وجود داره. الان آن پینه به خاطر اینکه من پینش کردم. اگه آن پین رو بزنم از حالت پین خارج میشه. شما میتونید هر کامنتی رو بخواید مثل این کامنت زیری بیاید و اون رو پینش کنید بالای صفحه قرار بگیره. اینم جزء قابلیت خیلی خوبه که به نظر من میتونه خیلی کمکتون کنه که افراد ترغیب بکنید که یه ویدیو دیگه از شما ببینن و واقعا هم تاثیر داره، چون من این کارو انجام دادم میبینم که ویوام بالاتر میره. اینا تکنیکایی بود که داخل خود یوتیوب وجود داره به شما کمک میکنه که افراد ترغیب بکنید که ویدیوهای بیشتری از کانال شما ببینن و وقتی این اتفاق بیفته طبیعتاً ویدیوهای بیشتری نمایش داده میشه، واچ‌تایم به شما بالاتر میره، سیگنالای خیلی خوبی به یوتیوب ارسال میشه که کانال شما کانال بهتری، انگیجمنت بالاتری داره، تبلیغات بیشتری روی ویدیو نمایش داده میشه، به شما درآمد بالاتری هم میتونید داشته باشید. پس من پیشنهاد میکنم از این امکانات که در اختیارتون هست حتما استفاده بکنید. این ویدیو این هفته هم بود. اگر از این سب ویدیو خوشتون میاد فقط کافی سابسکرایب بکنید. اگر علامت زنگوله رو بزنید به محض که ویدیو جدیدی از طرف من منتشر بشه میتونید تشریف بیارید و ویدیو جدید من رو ببینید. خب حالا طبق روال همیشه من یکی دو تا ویدیو دیگه به شما پیشنهاد میدم که احساس میکنم به این موضوع مرتبطه. اگر از ویدیوی من خوشتون اومده و احساس میکنید این ویدیوی دیگه که بهتون پیشنهاد دادم به دردتون میخوره میتونید روشون کلیک بکنید و ویدیو بعدی رو هم از کانال من ببینید. ممنون از وقتی که گذاشتید. منتظر ویدیو بعدی من باشید. خدا نگهدار.